الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله ثم و سلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم و على أعدائه معداء الله عرض سلام دارم خدمت یکایک شما عزیزان بیننده و شنونده و امیدوارم که مطالب این جلسه هم مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار بگیرد همون گونه که استهزار دارید به همدلله وارد محله یازده کتاب نهایت الحکمه شدیم و در فصل اول وارد بحث علم شدیم و تعریفی از آن و همچنین اقسام ابتدایی اون مورد بحث قرار گرفت که بیان شد که از اقسام ابتدایی علم تقسیمات است که علم تقسیم میشه به علم حصولی و علم حضوری نمونه از علم حصولی را شد و بعد هم نمونه دیگر از علم حضوری بیان شد وارد دلایل اینکه این علم به نفس انسان و علمی که هر کسی به ذات خودش میتونه داشته باشد علم حضوری هست یک دلیل مطرح شد و دلیل دوم باقی من که انشاالله از این جلسه به دلیل دوم میپردازیم خب در دلیل اول مطرح شد که اگر علم ما به ذات به ذات خود ما از طریق مفاهیم باشد مفاهیم هر چی باشد یک نوع کلیت در آن وجود داره در حالی که علم ما به ذات ما کاملا شخصی هست و بر هیچ کس دیگه اطلاق نمیشه و از طریق این علم به ذات و تشخص آن پی میبریم که این علم کاملا از طریق کاملا به حضور وجود ما در نزد ما هست که ما بدون هیچ واسطه به ذات خود علم پیدا کردیم و این علم علم حضوری هست در دلیل دوم میفرماید که اگر اون چه که برای ما در صورت علم به نفس پدید می آید علم به ماهیت باشد نه به وجود ما یعنی باز هم از طریق حضور ماهیت ما به خود علم پیدا بکنیم اگر از این فرض میاییم بحث میکنیم که شاید علم به ذات ما هم علم حصولی باشد یعنی در اینجا هم ماهیت نفس ما دخالت داشته باشد واسطه بشود تا ما از طریق حضور ماهیت بتوانیم به خود نفسمون و به ذاتمون علم پیدا بکنیم اگر این گونه باشد اشان میفرماید که خب این ما وجود ما در, اصل هم یه ماهیتی دارد که هر وجودی امکانی دارای یک ماهیتی هست خب این یک ماهیت است. حالا اگر ما بیاییم در صورت که علم به خود پیدا میکنیم یه ماهیت دوباره از خود ما در, در ذهن ما حاضر بشود این لازم میآید که یک شی دارای دو تا ماهیت بشود خب این اینکه یک شی دارای دو ماهیت بشود خود این اجتماع مثل این هست و در واقع یکی از محالات هست و به خاطر این که اجتماع مثل این پیش نیاید ما ناچار هستیم که بیاییم بگوییم که حتما علم ما به ذات ما از طریق حضور وجود ما هست بدون این که ماهیت ما اینجا نقشی داشته باشد بدون این که حضور ماهیت در ذهن ما تحقق پیدا بکند خود حضور وجود در نزد ما این سبب علم به ذات ما می شود و در نتیجه این علم علم حضوری خواهد بود که این دلیل دیگر هست مبنی بر اینکه علم ما به نفس و به ذات کاملا علم حضوری هست نه علم حصولی خب تا اینجا در واقع اون اقسام ابتدایی علم هم روشن می شود که پس ما یک علم حصولی داریم یک علم حضوری داریم و از نمونه ها و مصادیق علم حضوری هم علم ما به نفس و به ذات ما هست در بیان این تقسیمات بفرماید که این تقسیم علم به حضوری و حصولی تقسیم حاصره هست به این معنا که هیچ شق سومی وجود ندارد که ما بگوییم علم یا حصولی هست یا حضوری هست یا یه شق دیگه هم بیان بکنیم نه میفرماید ما هرچه علم را مورد بررسی قرار بدیم کاملا به این نتیجه می رسیم که در واقع این علم یا حتما به حصولی برمی گردد یا به حضوری و در نتیجه شق سوم هم وجود نداره خب این رو بیان میکنه و بعد میفرماید که بر اساس اون چه که در عنوان این فصل هم مطرح شد که ما به اقسام اولیه علم اشاره میکنیم در اینجا هم میفرماید که هر چند به نظر ابتدایی وقتی نگاه میکنیم بله این تقسیم علم پیش می آید که علم یا به واسطه یک صورت علمی هست یا بدون اون صورت علمی هست و به واسطه خود وجود معلوم در نزد عالم که علم حضوری هست اما در, در نهایت ایشان میفرماید که اگر بر اساس نظر دقیق نگاه بکنیم میبینیم که این تقسیم هم درست نیست و بلکه باید بگوییم که علم حصولی هم بالاخره باید برگردد و ختم به علم حضوری بشود که حالا خود این بحث یه بحث نسبتا دقیق هست و توضیحات مختلفی در این باره وجود داره که انشاءالله اینها رو ما در ضمن این جلسه میخوایم بهش برسیم در نتیجه اونچه که در این جلسه انشاءالله به اون سعی میکنیم بپردازیم یکی دلیل دوم هست مبنی بر این که علم به بز... ذات ما علم حضوری هست و بعد هم بیان می شود که بر اساس نگاه ابتدایی علم یا حتما علم حصولی هست یا علم حضوری و از این دو نمیتونه خارج باشد و بعد بر اساس نگاه دقیق میخواهد بیان بکند که علم حصولی هم بالاخره برمیگردد به علم حضوری حالا در این برگشت چه تفاوت های بین نگاه دقیق که در واقع علم حصولی هم ختم به علم حضوری بشود و بین این نگاه ابتدایی که دو تا علم داشته باشه وجود داره این تفاوت ها را هم مورد اشاره قرار خواهیم داد خب حالا دلیل دومی که از بحث موقع بود میفرماید و ایزن لو کان الحاضر ل علم علمنا بها خب ما تقسیماتی که ارائه کردیم در علم حصولی و علم حضوری گفتیم که اگر علم به شیعی از طریق حضور ماهیات اون ش... ماهیت اون شی در ذهن باشد این علمش حضور... حصولی و اگر از طریق وجود اون شی باشد می شود حضوری خب حالا در اینجا در دلیل دوم هم میفرماید ما اول فرض رو بر این میگیریم که علم ما به ذات هم علم حصولی باشد خب میاییم میگیم از طریق حضور ماهیت ما در نزد ما این علم پدید میآید. ببینیم آیا این فرض اشکال داره یا اشکال ندارد و به همین جد به صورت فرض بیان میکند که اگر اون چک حاضر هست برای ذات ما در صورت علم ما به زوات ما اون چه حاضر هست چیه؟ هو ماهیت و زواتنا که همون ماهیت ذات ما در نزد ما حاضر بشود که بشود علم حصولی میفرماید ما فرض بر همین میگیریم میگیم که اون چه که در صورت علم ما به ما و به خود ما به واسطه ماهیت ما باشد که حضور ماهیت در واقع واسطه بشود اگر این گونه باشد دون وجودها نه این که وجود ذات ما در واقع در نزد ما حاضر بشود نه ماهیت ذات ما در نزد ما حاضر بشود اگر این گونه باشد والحال ان وجود نام ماهیتون قائمتون به خب پس ما در صورت علم به ذات باید ماهیت ذاتمون را حاضر بکنیم این یک از طرف دیگر میفرماید حالان که برای وجود ما که وجود ما هم به عنوان یک وجود امکانی هر وجود امکانی دارای ماهیتی هست بالاخره هیچ وجودی بدون هر هیچ وجود امکانی بدون ماهیت نمیتونه باشد خب لزام فرماید که حالان که برای وجود ما هم یه ماهیت قائم به این وجود ما هست بالاخره ما هم موجود ممکن هستیم و هر موجود ممکن دارای ماهیته یه ماهیت اینجا داریم یه ماهیت هم از طریق حالا که این ماهیت رو میخوایم در ذهن حاضر کنیم تا علم به او پیدا بکنیم خب این یه ماهیت دیگر هست خب در این صورت میفرماید کان ل واحد ماهیتان برای یک وجود باید دو تا ماهیت پدید بیاید که این دو تا ماهیت هم موجودتان به کاملا موجود است به همین وجود ما خب دو تا, دو تا ماهیت به یک وجود خب حالا این دو تا ماهیت رو کاملا مشخص شد که یک ماهیت است که بر وجود امکانی بار میشه هر موجودی امکانی ماهیتی دارد یه ماهیت دیگر هم که طبق فرض ما فرض کردیم که اون ماهیت در ذهن ما حاضر میشود تا ما به او علم پیدا بکنیم خب طبق فرض ما وقتی ما علم به خود پیدا میکنیم اون ماهیت ما در نزد ما حاضر بشه و خود حضور اون ماهیت مصحح علم ما به ذات ما باشد خب این ماهیت دیگری باشد خب دو تا ماهیت موجود شد و هو اجتماع المثلین و هو محالون که این دیگه دو تا اجتماع دو تا مثل که از هر جهت با هم, هم هماننده با هم اجتماع بکند و اینم که کاملا محال هست پس این فرض که ما بیاییم علم به ذات رو از طریق علم حصول بدانیم این فرض به محال کشنده شد فعزن علمونا به زواتنا به حضور حالنا هست پس ناچاریم برای اینکه به محال برنخوریم نخوریم ای نداریم جز این که بیاییم بگوییم که علم ما به ذات ما چیه به سبب حضور ذات ما برای ما هست یعنی خود ذات برای ما حاضر می شود و عدم و غیبت ها به وجود الخارجی و اینکه این ذوات این ما غائب نیستن از ما به وجود خارجیشون یعنی به گونه نیست که وجود خارجی ما از ما غائب باشه ما به واسطه مفهومی و به واسطه ماهیت اون اون رو در نزد خود حاضر بکنیم نه خود ما در نزد خود ما حاضر هستیم و علم هم که پیدا میکنیم کاملا به وجود خارجی خود پیدا میکنیم لا به ماهیت فقط لا به ماهیت فقط نه این که فقط به ماهیت ذاتمون علم پیدا بکنیم به وجود کار نداشته باشیم خب وقتی علم به وجود خارجی پیدا شد یعنی اون معلوم که وجود خارجی معلوم در نزد عالم که خود ما باشیم حاضر شد میشه علم حضوری و هذا قسم آخر من العلم و این یک قسم دیگر از علم هست که در مقابل علم حصولی هست و یسمى العلم الحضوری و این رو هم اسمش میگذارم علم حضوری خب و انقسام العلم الی القسمین قسمت حاصره میفرماید که این تقسیم علم به حصولی و حضوری یه تقسیمی حاصله هست خب تقسیم حاصله به چیه؟ به این که فقط منحصر به همین دو تاست و شق سومی ندارد که ما بیایم این رو بیان بکنیم که علم یا حصولی هست یا حضوری هست یا یه مواردی هم بیان بکنیم که غیر از این دو باشد نه فحضور المعلوم للعالم اما به ماهیتهی و هو العلم الحصولی خب چگونه شما این حصر رو به دست می آورید؟ میفرماید این که معلوم برای عالم حاضر می شود که خودی همین حضور معلوم سبب پیدایش علمه میگه این حضور معلوم برای عالم یا به ماهیت خودش هست خب بالاخره یا به وجود خودش هست که حالا اگر ما آمدیم در واقع حضور معلوم به ماهیتش حاضر شد میشد علم حصولی اگر به وجودش بود میشد علم حضوری بنابراین در نتیجه این رو میشه به دست آورد که خیلی از جاهایی هم که علم به ماهیت وجود نداره خب این دیگه علم حصولی نخواهد بود البته این جایی که اشاره کردیم که مرحوم علامه وقتی علم حصولی رو در واقع تعریف کرد به این که حضور ماهیت در نزد نفس سبب تحقق علمی حصولی می شود خب این رو بیان کردیم که این تعریف تعریف جامع نمیتونه باشد به دلیل اینکه بسیاری از مباحثی که از طریق علم حصولی به دست می آید از طریق حضور ماهیت اشیا نیست به خاطر اینکه مثلا علم به واجب تالا وقتی ما نگاه می کنیم خب این علم کاملا از طریق حضور ماهیت نمیتونه باشد و همچنین مباحث دیگری هم که در جای خودش مطرح می شود و اینا هم در مورد علم حصولی نمی گنجد. به هر صورت اینجا وقت میفرماید که حضور معلوم برای عالمیا یا به ماهیتش هست یا به وجودش اگر به ماهیتش بود هو علم حصولی. اگر به وجودش بود می شود این علم حضوری خب حالا این تعریفی که برای علم حصولی بیان شد گفتیم که مشکل داشت و جامعیت نداشت و در تعریف علم حضوری هم وقتی بیان می کند که حالا اگر ما فقط به واسطه وجودش علم پیدا کردیم خب این رو می شود علم حضوری دانیست خب میگیم که شاید بر اساس این تعریف باز هم مشکلات وجود داشته باشد حالا کسانی که مثلا اصالت ماهوی هستند ماهیت رو اصیل می دانن و علم به ماهیت رو باز هم میگن علم حضوری هستند. مثلا خب شیخ اشراق و امثال اینا اینا که به اصالت ماهیت معتقد هستند باز هم به علم حضوری هم معتقد هستند و در نتیجه این گونه نیست که اگر کسی تنها به واسطه وجود ندانست مثلا اون حضور معلوم رو دیگه بگیم که علم حضوری وجود ندارد خب اینا هم یکی از موارد هست که این رو میشه بیان کرد هازا ما یعد علیه هل میفرماید این نگاهی که تقسیماتی که برای علم به دست آمد این نگاه ابتدایی هست خب حالا بر اساس نگاه ابتدایی و نگاه میکنیم میبینیم که اگر در واقع حضور معلوم برای عالم به ماهیتش بود شد حصولی و اگر حضور معلوم به واسطه وجودش بود میشد علم حضوری خب در نگاه دقیق میفرماید هازا ما یعد علیه البدوی من انقسام العلم و الحضوری و اساس نگاه بدوی این مطلب بیان شد و یهدی علیه نظر الامیق اما اونچه که نگاه امیق به او ختم می شود این است که ان الحصولی منهو ایزا ینتهی الى علم حضوری این علم حصولی هم منتهی و ختم میشه به علم حضوری حالا خود این که چگونه این علم حصولی به علم حضوری ختم می شود دو تا نگاه وجود داره که برخی از اساتید مطرح میکنند که در این ختم علم حصولی به علم حضوری خب گاهی به این شکل هست که اگر ما نگاهی میکنیم در واقع وجود علم حصولی رو می توانیم به گونه در نظر بگیریم که دیگه علم حصولی وجود نداشته باشد و فقط علم حضوری وجود داشته باشد یعنی اینکه اگر ما میگیم که صورتی از اشیا یا ماهیت از اشیا را در واقع میاریم در ذهن حاضر میکنیم و از طریق این ماهیت و صورت اشیا دوباره به خارج علم پیدا میکنیم خب نگاه دقیق میگوید که حتی در همین موارد هم اگر دقیق بشویم میبینیم که اینجا هم ما یه صورتی از صورتهای مادی رو در ذهن حاضر نمی کنیم بلکه اینجا هم یه صورتی از صورت مثالی یا از صورت کاملا سور مجرد رو اینجا مشاهده می کنیم و در نتیجه همون حضور این صورت های مجرد است که ما به چیزی علم پیدا می کنیم و در نتیجه با این بیان میخواد استدلال بکند که در, در علم حصولی هم ما از طریق مشاهده اون صورت های مجرده در واقع علم پیدا می کنیم که همون صورت های مجرد وقتی در نزد ما حاضر می شود این علم برای ما تحقق پیدا می کند که باز بر گردد به همون علم حضوری خب بر اساس نگاه ابتدایی و نگاه دقیق اگر نگاه بکنیم چند تفاوت رو میشه اینجا پیدا کرد اولین تفاوتی که وجود دارد این است که بر اساس نگاه ابتدایی این گونه ما میتوانیم بیان بکنیم که ما دو تا شی داریم یک صورت ذهنی داریم که معلوم به ذات این اگر ما میخواهیم به صورت علم حصولی به چیز علم پیدا بکنیم اول صورت ذهنی برای ما حاصل می شود خب بعد می بینیم یه وجود خارجی هم داریم که در واقع این متعلق به ماده هست و معلوم بالعرض قرار می گیرد در نگاه ابتدایی بله میگه ما معلومی اصلی ما همون صورت ذهنیه و اون معلوم خارجی معلوم بالعرض هست این نکته ای که در نگاه ابتدایی وجود داره اما بر اساس نگاه دقیق بیان میکنه که اینجا سه تا مطلب رو و سه نکته رو باید در نظر داشته باشیم خب یه صورت ذهنی داریم که معلوم به ذات هست و بعد میگوید که یه جوهر مجرد مثالی یا جوهر مجرد عقلی داریم که این کاملا معلوم به علم حضوری هست و یه وجود خارجی داریم که متعلق به ماده است و معلوم به هست پس میبینیم که بر اساس نگاه دقیق اون چرا که نگاه ابتدایی میگوید که ما اولا میریم به سراغ صورت ذهنی خب بعد از طریق صورت ذهنی میریم به معلوم به که همون واقعیت بیرونی باشد اما در نگاه دقیق میگه نه ما یه صورت ذهنی داریم که این صورت ذهنی رو از صورت مجرد مثالی یا صورت مجرد عقلی گرفتیم و بعد از طریق اون دوباره به معلوم خارجی به وجود خارجی پی میبریم خب این یه تفاوت و صورت تفاوت دوم این است که بر نگاه به صورت نگاه ابتدای وقتی نگاه میکنیم خب ما صورت ذهنی رو از موجود خارجی که معلوم بالعرض هست انتظام میکنیم اما در صورت دوم در نگاه دقیق وقتی نگاه میکنیم میگوید که ما این صورت ذهنی رو در واقع نه موجود خارجی بلکه از جوهر مجرد مثالی یا جوهر مجرد عقلی انتظار میکنیم خب این هم یه تفاوت دیگری هست که بین این دو تا نگاه به دست می آید و تفاوت سوم هم که میشه مشاهده کرد این است که بر اساس نگاه ابتدایی تقسیم علم حصولی به دو قسم تقسیم می شود. که یک در واقع علم حصولی میشه به دو قسم تقسیم بشود که این تقسیم رو هم از علم حضوری به دست میاد مثل علم به ماهیت نفس و صفاتش که اینجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم بله کاملا نفس حاضر میشه در نزد عالم و بعضی ها هم هستن که نه غیر مخوضی از نفس و صفات نفس هستن که مثل علم بشه خارج از وجود نفس هستن در حالی که در نگاه دقیق وقتی نگاه میکنیم همه علم حصولی میتونه محخوض از علم حضوری باشد که بر اساس نگاه ابتدایی فقط اون علم حصولی که از نفس به دست می آید از علم حضوری می شود اما بر اساس نگاه دقیق می گنه فرق نمی کند چه علم به نفس باشد چه علم به خارج از نفس باشد همهشون علم حصولی از علم حضوری به دست می آید. به خاطر که در همه اون چرا که ما این صورت ذهنی را از او می میکنیم همون صورت عقلی یا صورت مجرد هست حالا چی مجرد مثالی باشد یا مجرد عقلی باشد و نکته چهارمی که به دست می آید این است که خب در نگاه ابتدایی گاهی یک مفهومی انتظام می شود که خب می تواند این علم حصولی از یک امر غائب از عقل این مفهوم رو انتظار بکند اما در صورتی که در نگاه دقیق وقتی نگاه میکنیم این مفهوم حتما از یک امر حاضر در نزد عقل باید انتظار بشود نه از یک مفهومی که از عقل غائب باشد اینا تفاوت هایی هست که بین این دو تا نگاه میشه این تفاوت ها را به دست آورد به هر صورت حالا اگر ما مدیم این گونه در نظر گرفتیم که همه علوم حضوری به واسطه اون صورت مجرد مثالی یا عقلی به علم حضوری منتهی می شود خب این یک برداشت است که بعضی از اساتید ما این برداشت رو مطرح کردن مثل استاد فیاضی برداشت دیگر هم وجود دارند که عبارت است از این که این علم حصولی به علم حضوری برمیگردد حقیقتا و واقعا این گونه نیست که در واقع ما در واقع یک علم بیشتر نداریم خب این برگرداندن علم حصولی به حضوری به صورت حقیقی هست و صورت های ذهنی هم اگر در اینجا مشاهده می شود که صورت های ذهنی رو ما اینا میگن موجوداتی مجردی هستند که نفس اینا رو از دور مشاهده میکنه و به آنها حضور و به آنها گاهی پیدا میکنه و در نتیجه همه علوم حضوری هم بدین طریق به همه علوم حصولی به این وسیله به علم حضوری ختم می شود که نگاه علامه در واقع عبارتهای های مرحوم علامه هر دو توضیح را و توجیه را تایید میکنه بعضی جاها دارد که همین حرفی اول را تایید میکنه که اونجا میفرماید که بله همه این علوم حصولی که ما به دست میاریم این صورت های ذهنی در واقع انتظای از همون صورت های مجرد هست و در بعضی جاها هم دارد که بله میشه این علم حصولی رو حقیقتا به علم حضوری برگردان بیان زالک این رو توضیح میداد که میفرماید بیان این که ما علم حصولی رو به علم حضوری برگردانیم به این صورت هست که ان از صورت العلمیه کیف ما فرزد حالا این صورت علمی رو به هر گونه که ما فرض بکنیم هر گونه هم که چی به صورتی این صورت علمی ما به صورت صورت علمی حسی باشد خیالی باشد به صورت کاملا امر عقلی باشد هر گونه باشد این صورت علمی رو وقتی نگاه میکنیم مجردتون من الماده آریت من القوه میفرماید این صورت علمی ما کاملا یک امر مجرد از ماده هست و هیچ گونه قوهی در آن وجود نداره و لوزوه لوضوح انها به ما انها معلومتون فعلیه خب چرا میگیم که این صورت علمی ما مجرد است و مادی نیست و ماده در آن وجود نداره و قوه در آن وجود نداره علتش این است که میفرماید واضح است این که این صورت علمی به خاطر این که معلوم است و معلوم ما قرار گرفته است خب فعلی هست کاملا وجود پیدا کرده است و فعلیت پیدا کرده لا قوت فی حال این البته حالا که فعلیت پیدا کرده است قوه برای هیچ چیز دیگری هم در آن وجود نداره و مجرد محضه فلافور زعی و تغییر فیها ها حالا میگیم که آیا واقعا این صورت معلومی که در نزد ما آمد و علم به یک شی پیدا کردیم این علم ما قابل تغییر نیست این یعنی قوهی در آن وجود ندارد که سبب بشود این قوه به فعلیت بیاید و یه علم دیگه برای ما پیدا بشود میفرماید نه این صورت علمی شما به همون حالتی که تحقق پیدا کرده دیگه به همین حالت میمانه خب میگیم چه بسا علمهای ما تغییر میکنه امروز به شه علم پیدا کردیم گونه ای بعد دوباره تحقیق میکنیم یه صورت علمی دیگه برای ما پیدا میشود و به همین جد میفرماید که اگر فرض شود هر گونه تغییری در این صورت علمی کانت صورت جدید مباین لصورت المعلومت سابقا این گونه نیست که این صورت علمی قبلی به صورت علمی جدید تبدیل بشود نه بلکه اون صورت علمی جدیدی که برای شما پیدا شده کاملا مباینه با اون صورت علمی قبلی و این دو چیز هست نه اینکه قبلی تغییر پیدا کرده باشه به جدید و به همین جد میفهمد هر گونه تغییر در این صورت علمی کاملا نشان میدهد که این صورت جدید مباینه با صورت معلوم قبلی هست و لو کانت صورت العلمی مادیه لم تعبد تغییر که اگر این صورت علمی ما یک امر مادی می بود و مجرد نمی بود عبای از تغییر نداشت می تونست تغییر بپذیره در حالی که ما می بینیم این صورت های علمی ما کاملا تغییر ناپذیره و اگر تغییرم بکند نه این که او تغییر بکند بلکه صورت علمی جدیدی پدید میآید خب دلیلی که برای این مطلب در واقع این برهان نخست که برای این مطلب بیان شده است یک قیاس استثنایی هست که به این شکل میشه این رو بیان کرد که اگر صورت علمی ما که در نزد ما یه صورت علمی حاضر میشه یه امر مادی باشد نه مجرد که فرض ما برای اینه که مجرده میگه اگر اگ امر مادی باشد خب این امر مادی قابل تغییر هست بالاخره هر مادی دارای قوه هست که این قوه به فعلیت در می آید و تغییراتی در آن رخ می دهد اما از صورت علمی مقدمه دوم این است که اما صورت علمی قابل تغییر نیست خب به خاطر اینکه هر چی رو ما علم به او پیدا میکنیم به همون حالت هست و تغییری در اون رخ نمیداد نتیجه ای که به دست می آید این است که پس صورت علمی مادی نیست و یک امر کاملا مجرد هست اینم دلیل اول مبنی بر این که این صورت های علمی ما صورت مجرد هست و ایزا لو کانت مادیه لم تفقد خواست المادت لازمه خب این دلیل دوم یه مقداری بحث داره اعتراضاتی بر آن وجود داره که اگر بخوایم وارد بشویم بحث ناقص میمونه انشالله در جلسه بعد دلیل دوم رو مطرح میکنیم با اشکالاتی که در موردش وجود داره تا بحث انشالله به صورت کاملتر ارائه بشود تا اون زمان همه شما عزیزان رو به خدا بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم <applause> صل محمد وآل محمد، اللهم صلِ على محمد وآل محمد، اللهم صلِ على محمد وآل محمد